سلام، من مریم هستم. اینجا پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار با خداحافظی ابهام برانگیز سحر زکریا از فضای مجازی. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع دکمه لایک رو بزنید و ما رو سابسکرایب کنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای ما مطلع بشید و اونا رو ببینید زنگوله کنارش رو بزنید. و باز هم خانم سحر زکریا و جنجال جدید. سحر زکریا بازیگر قدیمی کشورمون این روزا بد درگیر حاشیه و فضای مجازی شده و کار به جایی کشید که خواهرشون خانم سرمه زکریا در فضای مجازی توی صفحه شخصی ایشون متنی رو منتشر کرد و خبر از خداحافظی سحر زکریا از فضای مجازی رو داد. او در این متن نوشت: ضمن عرض سلام و ادب خدمت آن دسته دوستان و طرفدارای عزیزی که به طرق مختلف اظهار نگرانی کرده و جویای حال خواهرم شدند، به اطلاع می رسونم با عنایت به بیمهری های اخیر و تهمت های ناروایی که در فضای بیرحم مجازی باعث رنجش ایشون شد، طبق درخواست خانواده تصمیم بران شد تا مدتی از شنیدن اخباری که باعث بروز حساسیت و پریشان حالی ایشون میشه اجتناب کرده و از فضای مجازی دوری کنن. بدیهی است ایشون همواره به پشتوانه شما مردم عزیز و به طرفداری از همه ی قشر زحمتکش جامعه کماف سابق این هنرمند مردمی صدای شما عزیزان خواهد بود. لذا خواهش مندم با ما همراه بود و با عدم نشر اکاذیب و شایعاتی که بعضن توسط افراد لومپن و وابسته منصوب به پاپاراتزی های فیک برنامه ریزی و ارسال می گردد ایشان رو حمایت کنید. در پایان بابت همراهی تک تک شما عزیزان از این هنرمند مردمی کمال تشکر رو دارم. با سپاس، سرمه زکریا. اما ماجرای این جنجال و خداحافظی چی بود و از کجا شروع شد؟ مدتی پیش امین فردین در طی افشاگری های خودش اومد و خبر از رابطه پنهانی مهران مدیری با عده‌ای از بانوان بازیگر داد، از جمله سحر زکریا، و گفت مهران مدیری با فلانی و فلانی رابطه داشته که سحر زکریا در ادامه طی لایو جنجالی خطاب به امین فردین گفت چرا بدون سند و مدرک حرف میزنی؟ اینکه رنگ لباس فلان بازیگر توی عکس مهران مدیری بوده دلیل به رابطه پنهانی و رکوع و سجودشون نمیشه. نظر بگم کی هستی و مادر و خواهرت کیان؟ من سحر زکریا. اگه به کارت ادامه بدی خیلی چیزا ازت میدونم که رو میکنم. تو اسم خودتو گذاشتی پاپاراتزی، در صورتی که پاپاراتزی کسیه که با سند و مدرک دنبال بازیگرا میره و ازشون عکس میگیره و اونا رو رو میکنه. در ادامه یه لایف به مهران مدیری توپید که آقای مدیری، چرا با احساسات مردم بازی میکنی؟ چرا میگی که از یک خانواده فقیر بودی و فقر رو درک میکنی؟ کسی که پدرش سالها پیش گرامافون داشته و باخ گوش میداده کجا فقیره؟ دست بردارید از این کارا، انقدر با احساسات مردم بازی نکنید. خلاصه که ماجرا به همینجا ختم نشد و چند روز پیش کتایون امیر ابراهیمی هم لایوی برگزار کرد که سحر زکریا رو دعوت به آرامش میکرد و میگفت مهران مدیری ارزش بحث و کلکل نداره. منم خیلی چیزا ازش میدونم که نمیخوام رو کنم چون اصلا کاری به مدیری ندارم. در ادامه همه این موارد سحر زکریا از فضای مجازی خداحافظی کرد. در ادامه بیوگرافی مختصری از خانم سحر زکریا رو با همدیگه مرور میکنیم. خوشحال میشیم که تا انتهای ویدیو همراه ما باشید.
سحر زکریا 28 آذر ماه سال 1352 در گیلان به دنیا آمد. بازیگر سینما و تلویزیون، دانش آموخته رشته اقتصاد در دبیرستان و لیسانس تئاتر از جهاد دانشگاهی که با کارهای طنز مشهور شد و از علاقمندان آشپزی و موسیقی پاپه. تنها یک خواهر کوچکتر از خودش داره، مادر شمالی و پدرش عراقی و مهندس برق. به همین دلیل تا پنجم ابتدایی در شهرهای مختلفی زندگی می‌کردن. توی گیلان به دنیا اومده، اما پدرشون شناسنامه‌شون از عراق گرفته. به صورت جدی از سال 1374 وقتی 22 ساله بود با سریال در پناه تو به کارگردانی حمید لبخنده کنار حسن جوهرچی و لعیا زنگنه شروع به کار کرد. سال 1376 با سریال قطار ابدی چهرش شناخته تر شد تا اینکه سال 1381 با سریال پاورچین ساخته مهران مدیری در نقش مهتاب مهتابی به شهرت زیادی دست یافت. ایشون سپس با سریال مرد 2000 چهره قهوه تلخ و در حاشیه با مدیری تجربه های مختلفی به دست آورد. موسیقی رو دوست داره، هم پاپ هم سنتی، هر دو رو گوش میده. صدای همایون شجریان، علیرضا عصار و بابک جهانبخش رو دوست داره. سحر زکریا ازدواج نکرده و مجرده و میگه در تمام این سالها کسی که در کنارش آرامش پیدا کنه را هنوز پیدا نکرده. براش هیچ وقت پوشیدن لباس عروس و گرفتن جشن عروسی رویا نبوده. همیشه دوست داشته به جای اینکه خودش رو در لباس عروس زیبا متصور شه، در مقام یک زن موفق ببینه. سحر زکریا قبلا هم ناراحتی خودش را از مهران مدیری بیان کرده و گفته آقای مدیری عزیز، برام بسیار قابل احترامین، ولی چند وقتی از شما مصاحبه هایی میبینم که ذهنم رو مشغول کرده. شما تو یکی از مصاحبه هاتون گفتید به اون آدم سر چهار راه فکر میکنید، ولی چطور به تیمی که سالها با شما کار کردن فکر نمیکنید که چگونه زندگی میکنن؟ با آرزوی موفقیت برای این بانوی هنرمند. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو پایین همین پست با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم که با عضویتتون از ما و فعالیت همون حمایت کنید.